و عبود ربک حتی یعطی کل یقین الله بپرست الله عبادت کن تا زمانی که مرگ تو فرا میرسه عبادت مخصوص حالا یه دوره خاصی نداره یه تاریخ مصرف در واقع نداره مثل یک جنس کالایی که ما میگیریم روش می نویسند که حالا از تاریخ فلان فلان تا این تاریخ این تا در واقع تا صلاحیت داره تاریخ مصرفش بیاید از اون شما نمیتونی مصرف کنی اینو برای مؤمن ایزان بیننده این معنی نداره یعنی ما بگیم که و الله ما بخواهیم بنده یک ماه خاصی باشیم یا بنده یک زمان خاصی باشیم یا بنده یک محدوده زمانی حالا یا دوره زمانی خاصی باشیم بلکه ما اومدیم برای عبودیت و رمضان هم میاد که ما را تربیت بکنه ما را تقویت بکنه برای اینکه ما به مسیر عبودیت ادامه بدیم به مسیر عبادت ادامه بدیم پس دیگه این قرار نیست که انسان بعد از رمضان و بالله به عقبگرد عقب گرد کنه به عقب برگرده دوباره به جون که بره به جلو به جون که به مسیر ادامه بده برگرده و عبادت هم ازان بیننده در حقیقت یک مفهوم خیلی گسترده داره و مفهوم وسیع و گسترده داره و شامل داره همو... که یکی از جامع ترین تعریفات عبادت ما در تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله داریم که شون تعریف خیلی جالبی داره میفرماید که العبادت اسم جامع لکل ما یحبه الله و من الاقوال والاعمال الظاهره والباطن عبادت یک اسم جامع و شامل من الاقوال والاعمال اعمال لکل ما یردیه الله یا هر اون که خدا از اون راضی میشه من الاقوال والاعمال ظاهرت والباطن هم گفته های ما هم گفتار ما و هم کردار ما هر هم اون چیزهایی که میگیم و هم اون کارهایی که انجام میدیم ازان بیننده همه اینها در حقیقت اگر رضای الهی در اون هست اون چیزی که خداوند متعال فرمان داده یا در مسیر رضایت الهی انجام میگیره در واقع همه اینا های عبادت است که هم اقوال من ال اعمال ظاهری انسان خیلی عبادت ها ظاهری هست. انسان نماز میخونه روزه میگیره زکات میده به حج میره و در واقع کمکی به فقیر میکنه کمکی به مسکین میکنه اعمال خیلی تلاوت قرآن انجام میده همه اینها اعمال ظاهری و عبادت های باطنی هستن که انسان اونها را انجام میده مثل, این... مثل محبت الله متعال اینکه محبت الهی در قلب انسان از تمامی محبت ها بالاتر باشه محبت رسول الله صلی الله علیه که ذاق طعم ایمان همون گونی که در احادیث نبوی اومده از بینند من رضی بالله رب و بالاسلام دینا و به محمد صلی اللہ علیه وسلم بی الله علیه و سلم نبی راضی بشه به الله به عنوان رب به اسلام به عنوان دین به محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر خودش اینها عبادات قلبی هن. محبتی که انسان به نسبت الله متعال داره محبتی که به نسبت پیامبرش داره محبتی که به نسبت کتابش داره به نسبت مؤمنان داره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و در رأس همه مؤمنان بعد از انبیا اصحاب رسول الله صلی الله هستند که ما باید محبت اونها رو داشته باشیم اهل بیت پیامبر باید محبت اونها رو داشته باشیم تمامی مؤمنان و صالحان توکل بر خداوند متعال این هم جز عبادات قلبیه این که انسان تعلق قلبی نسبت به خداوند متعال داشته باشه خشوع و خضوع و فروتنی که انسان به نسبت الله متعال پیدا میکنه در نماز که میسته با خشوع و خضوع و فروتنی میسته همه این های آن بیننده جز عبادات قلبی است و همون گونه که ما عبادت های قلبی داریم همون گونه گناهان قلبی داریم که خیلی خطرناک است چه بسا گناهان قلبی حتی خطرشون از گناهان ظاهری هم خیلی خطرناکتر باشه مثل شرک علیه عزب الله اینکه انسان در فکر و ذهنش یکی دیگه رو معثر در دنیا بدونه مثلا هم ردیف خدا قرار بده یا حسد یا بغض و کینه یا کدورتی به نسبت دیگران که در قلب انسان به وجود میاد یا نفاق علیه عزب الله یا کفر همه اینها اعمال یا ریا یا تمام اعمالی که به حالا بگیم به باطن انسان مربوط میشه اینها گناهان خلبی و چه بسا نابودگری آنها و اینکه اعمال صالح ما را از بین میبرن چه بسا از گناهان ظاهری هم بالاتر باشه